عصر گذشته آقای براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران سخنرانی مبسوطی داشتند در یکی از اندیشکده‌های شهر نیویورک به نام اجرا سوسایتی. من اونجا حضور داشتم، گزارش رو تهیه کردم که با هم می‌بینیم. آقای هوک در تشریح موفقیت کمپین فشار حداکثری گفت که این سیاست موجب کاهش شدید کمک مالی رژیم به گروه‌های نیابتی شده است. Our maximum pressure campaign is reducing. کمپین فشار حداکثری سرازیر شدن پول نقد به رژیم را کاهش داده است و رژیم را از میلیاردها دلار پول نقد محروم کرده است. تحریم نفتی ما به تنهایی رژیم را از 50 میلیارد دلار درآمد محروم کرده است. گروه‌های نیابتی ایران مانند حزب الله از کاهش درآمدشان شکایت دارند. با ادامه فشار ما تأمین مالی گروه‌های نیابتی ایران دشوارتر می‌شود. ما از همه کشورهای جهان می‌خواهیم که به ما در تلاشمان بپیوندند. پیوستن به ما امری مسئولانه و درست است، هم از دید استراتژی و هم از دید اخلاقی. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران همچنین از دیگر اهداف کمپین فشار حداکثری را متقاعد کردن مقامات ایران به تغییر رفتارشان است. یکی دیگر از اهداف سیاست ما فشار گذاشتن بر رژیم با هدف تغییر رفتار برهم زننده‌اش است. ما به دنبال مذاکرات واقعا جامع هستیم که شامل رسیدگی به پرونده اتمی ایران، نقشش در منطقه، برنامه توسعه موشکی، حمایتش از تروریسم و زندانی کردن نادرست شهروندان خارجی و دوتابعیتی که در برگیرنده شهروندان آمریکایی است. آقای هوک در این سخنرانی که در اجرا سوسایتی یکی از اندیشکده‌های شهر نیویورک برگزار شده بود به جامعه جهانی گوش زد کرد که عدم مقابله با جمهوری اسلامی منجر به گسترش فعالیت‌هایش در منطقه بیش از پیش خواهد شد. ما همه باید بکوشیم که جلوی گسترش نفوذ ایران را در لبنان، سوریه، بلندی‌های جولان، عراق و یمن بگیریم. جامعه جهانی باید جاه طلبی ایران را درک کند و با آن مقابله کند. در غیر این صورت هلال ایرانی به زودی به قرص ماه کامل تبدیل خواهد شد. در این سخنرانی آقای هوک نقش ایران در حملات اخیر به پالایشگاه‌های عربستان را نمونه بارز توسعه طلبی و باج‌خواهی مقامات جمهوری اسلامی ایران دانست. فرهاد پولادی، اجرا سوسایتی، شهر نیویورک.